ایمان اینجا هستم، ایمانی که مثل هر هفته عزیزان پیام خدا، کلام خدا مثل یک نامه سرگشوده است برای کسایی که به عیسی مسیح خداوند وصل هستند. آمین. همینطور برای جویندگان حق و حقیقت، مهمانانی که اینجا هستن دنبال حق و حقیقت هستن، کلام خدا هرگز پوشیده و در ابهام نیست، چون روح القدس پشت کلامشه و باز میکنه. آمین. ایمان دارم که کلام خدا برای نجات یافتگان امروز مثل هر هفته و جویندگان طعم حیات میده، طعم زندگی میده. و این طعم حیات که از عیسی مسیح و این سفره برکت او ساته میشه، قادره که پاهای ما رو به طور عمیق‌تر در مسیرهای سلامتی، صلح، آرامی، احیا، مرمت، پیروزی، شفای جسم، روح، روان به حرکت در بیاره. باور میکنین عزیزان؟ آمین. برای عیسی مسیح خداوند که امروز در بین ما حاضره، هر ما شادی خیلی بزرگی دارم برای این ضیافت مقدس عشای ربانی، چون که این تغذیه روحانی یک فیض عظیم و عجیبی در اون نهفته است که هنوز مثل یک رازه. برای شیفتگان حقیقت هر دفعه که در این میز شرکت میکنن، این راز بیشتر و بیشتر روشنتر مثل اون طلوع صبح روشنتر و آشکارتر میشه. فیضی که میتونه با قدرت معجزه‌گرش امروز تک تک کسایی که با انتظار اومدن اینجا کمک کنه تا از اون خدمت شبان نیکو، اون شبان عالی ما عزیزان، از حمایت او، حفاظت او، تدارک عالی او بهره مند کنه. باور میکنین؟ قبل از هر چیز میخوایم مزمور 23 رو با هم بخونیم. من نخونم بلکه با هم بخونیم. آمین. مزمور 23. ولی حفظن، مخصوصا فریبا جان از حفظه. همه با هم. من شبان من است، به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت این سرود نیست البته. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت هدایت و رهبری‌ام می‌کند. جان مرا برمی‌گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌کند. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو مرا تسلی می‌دهی. عصا و چوب دستی توست مرا تسلی می‌دهد. سفره‌ای به حضور دشمنانم برای من می‌گسترانی، سر مرا به روغن تطهین می‌کنی. کاسه‌ام لبریز شده است، هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه تو ساکن خواهم بود، نه یک روز، نه دو روز، تا ابدالآباد. هللویا. آمین. چشمای خودمون رو یه لحظه می‌بندیم و دعا می‌کنیم. ای خدای عالی، ما فخر نمی‌کنیم که چه پرستش عالی رو تجربه کردیم و هر هفته تجربه می‌کنیم. ما هرگز فخر نمی‌کنیم که واعظینی متبهر داریم، خادمینی سرسپرده داریم. خداوند ما فخر نمی‌کنیم که تو به ما جماعتی عالی و وفادار و امین بخشیدی. خداوند تمام اینا نیکوست، اما بدون حضور تو خداوند هیچ ارزشی نداره. حضور تو رو می‌طلبیم ای شبان نیکو، حضور مقدس تو رو میطلبیم، روی تو رو میطلبیم. امروز در حضور تو مثل موسی ملتمسانه میگیم، اگه منظور نظر تو هستیم
چون منظور نظر تو شدیم در عیسی مسیح خداوند، مورد فیض قرار گرفتیم در عیسی مسیح خداوند، رحمت کرده شدیم در حضور عیسی مسیح خداوند. پس امروز حضور تو در بین بدن مقدس تو، عروس عالی تو، خرامان باشد. حضور تو رو میطلبیم خداوند، نه کمتر از اون، چون در نام قدوس عیسی مسیح خداوند دعا کردیم. آمین. کلیسا میگه آمین. خداوند شبان من است، خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود. نمیدونم چقدر اینو تجربه کردین، در مرتع‌های سبز مرا میخواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری میکند، اشاره به اون خوشنودی میکنه، اون رضایت درونی میکنه. خیلی از ماها هر از گاهی بدونی که بدونیم چمونه، مخصوصا خانوما به خاطر اون هورموناشون که قاطی میکنه، شب میخوابن صبح بلند میشن، احساس نارضایتی، احساس خالی بودن، تهی بودن میکنن. عزیزان، اینجا چه وعده عالی داده خداوند ما، وعده خوشنودی، وعده رضایت درونی. در مرتع‌های سبز ما رو میخوابونه در اون وضعیت، نزد آب‌های راحت میبره. دیدید صبح بلند میشیم یه دفعه کلام میخونیم، جانمون خم شده، ولی به وسیله کلام نیکوی او، به وسیله وعده‌های گرانبهای او، عزیزان، انگار نزد مرتع‌های سبز داریم حرکت میکنیم، نزد آب‌های راحت نشستیم. اینو تجربه کردین؟ بارها و بارها خودم اینو تجربه کردم. به ما راحتی میده، امید میده، اون قنای درونی رو میده، جان منو برمیگردونه. اشاره به احیاس، از مرمت، راه اندازی. موتور ما روغن سوزی میکنه، این ماشین نیست؟ گوسفندا دیدین؟ میگن گوسفند وقتی که اینجوری میفته، قربونش برم تاق باز، اصلا دیگه نمیتونه تکون بخوره، همینجور میمونه تا این شبان بیاد برش گردونه. خیلی موقع جان ما بر میگرده از راه های عدالت، از راه های خدا. نمیتونیم کلام بخونیم، نمیتونیم با خدا رابطه برقرار کنیم. خیلی موقع ها من اینطوری شدم. عزیزان، شبان نیکو میاد به خاطر نام خودش دوباره پاهای ما رو به راه های عدالت بر میگردون، جان ما رو بر میگرد، راه اندازی میکنه، مرمت میکنه، احیا میکنه. عزیزان، اگر در وادی سایه های موت عبور کنم، خیلی از ما در برهوت های روحانی، در بیابان های روحانی، در اون تجربه های سخت، ترس هایی که مثل یه مهمان ناخوانده یک دفعه تو قلب و وجود ما هجوم میاره. از مخصوصا ماها که در این کشور پناهنده هستیم، هر دقیقه انگار تو دلمون رخ میشورن، میلرزیم، میترسیم، درسته یا نه؟ میاد نه یه گوشه قلبمونو، بلکه تمامی قلب ما رو، انگار سندشو به نام خودش مهر میزنه، میاد اونجا اتراق میکنه. کم کم انگار به این ترس و نگرانی عادت میکنی، به این مهمان ناخوانده جا میدی. وقتی که جانت مثل یوسف در سختی ها میگه به مذلت و آهن سختی ها بسته میشه، خداوند میاد با عصای خودش تسلی میده. میگن چوپانای عصا دارن که اینجوری دیدی عصا سرش خمه، کاش که بعد پوریا عصاش بود اینجا، و یه چوبم دارن. گوسفند طفلک اصلا حالیش نیست، اصلا بدون اختیار یه موقع میره در وادی سایه ها موت، خیلی هم در سایه ها میترسه گوسفند. چوپان گاهی این چوب از اون دور پرت میکنه که گوسفند رو متوجه کنه، بیاره تو نور و روشنایی. گاهی هم این عصا رو میندازه توی گردن گوسفند نادون و میکشتش، میبرتش توی نور. عزیزان، عصا سمبل اقتداره. عیسی مسیح با اون اقتدار شاهانش ما رو از سایه های وادی موت بیرون میاره. در عهد جدید اون عصای اقتدار ما نام زیبا و مقتدر عیسی مسیحه. خیلی موقع ها شده من اصلا دعام نیامد، مخصوصا تو ایران زیر اون سلطه حکومت، با اون قوانین، با اون درگیری هایی که داشتم، یادم ترس هجوم می آورد، ناامیدی هجوم می آورد، خودم رو در تاریکی مطلق می دیدم.
فقط میشستم یه گوشه اسم عیسی رو صدا میکردم، عیسی، عیسی، نام پرجلال، نام عظیم و مقتدر، نامی که ترسای ما از ما میگریزه. تا حالا تجربه کردی؟ فقط اسم عیسی رو، اسمی که یا اسم پوشالی نیست، مادر کائناته. وقتی این اسم رو به زبون میاری در ایمان، تسلی خدا روح جان تو رو بلند میکنه. و نقطه عطف مزمور 23، سفره‌ای به حضور دشمنان من پهن میکنی. عزیزان، این سفره، این چشیدن طعم حیات بخش این سفره رو، همجور که برادر نور عزیز گفت، همه ما وقتی تولد تازه میابیم میچشیم، درسته یا نه؟ نجات یافتگان چی میگن؟ پر ترس بودم، الان آرامی یافتم، چون از سفره او، از خون و بدن او قسمت یافتیم، نصیب یافتیم. و چقدر بیشتر وقتی در این سفره برکت با او در این شراکت مقدس، این خون و بدن او وارد رگهای تو، وارد بدن تو میشه، این خوراک حقیقی جان ما. زمانهایی هست که جان ما احتیاج داره عزیزان. حملات دشمن میاد، سه تا دشمن خیلی قوی و فعال داریم، این نفس اماره، شرارت هایی که در دنیاست، شرارت هایی که در دنیای تاریکیه، هر لحظه این سه تا دشمن میخواد ما را فیض و راستی خداوندمون دور کنه. این شبان نیکو با تدارک بی نظیر خودش عزیزان، سفره‌ای به حضور دشمنان ما پهن کرده. هر دفعه که با آگاهی میای تناول میکنی عزیزان، به جای اون ترس و ذلت، سربلندی، سرافرازی و عزت رو تجربه میکنی. باور میکنی؟ من که جانم به این خون و بدن خداوند وصله، میگم اگه نبود اینجا، من اصلا اینجا نمیتونستم اینجا بیستم، چون خودم میدونم تا چه وضعیتی هستم. سر مرا آیه 6 میگه روغن تطهین کردی، اشاره به شفای خداوندی که در این سفره برکت مهیاست. در یعقوب باب 5 میگه اگه کسی بیماره، شبان خودشو صدا کنه که سر او رو با روغن تطهین کنه، تا آنگاه اون مریض شفا بیابه. عزیزان، خداوند در این سفره برکت شفا رو برای جسم ما، روح ما، روان ما آماده کرده. نمیدونم چقدر به این ایمان داری تا بتونی در آخر بگی کاسه من خداوند لبریز شده، پیاله من لبریز شده، چون هر آینه نیکوی و رحمت تو در پی من هست. دیگه لازم نیست مثل اون موقع که خارجم مسیح بودیم این پیاله چه کنم چه کنم در دست ما باشه، برای یه ذره برکت، یه ذره، هزار تا دعا و روزه و التماس، یه ذره برکت، شاید خدایی که با اون بالاها نشسته یه رحمش به حرکت در بیاد. عزیزان، در عیسی مسیح برکت در پی ماست، نیکویی در پی ماست. کافی به اون وصل بشی، حتی اگه نمیدونی برکت میاد تو رو پیدا میکنه. کاسه ای من لبریز شده، نیکوی و رحمت تا که امروز، فردا، تا ابدالآباد، تمامی عمرت، تا وقتی که با دل و جان و قلبت در با او هم سفره هستی عزیزان، با کلام او که نان حقیقیه، با این سفره برکت میخوری، تناول میکنی. عزیزان، مبارک و برکت یافته هستی، احتیاج نیست دنبال برکت باشی. اسم مزمور 23 چیه؟ خداوند شبان من است. از هیچ شرحی، هیچ مکاشفه‌ای در تمام کتاب مقدس از خود خداوند مثل خداوند شبان من است. خداوند اسمای خیلی زیادی داره، ولی هیچ شرحی دلسوزانه تر، پدرانه تر، عاشقانه تر از این نیست که خداوند شبان من است.
و این مکاشفه رو خداوند به کی داد؟ در پیدایش باب 16 خداوند به هاجر داد. وقتی در سرگردونی بود، وقتی در چه کنم بود، وقتی در بیابانهای زندگیش غرق بود، نمیدونست کجا بره، یه بچه ای رو دستش بود که مریض در حال مرگ، خداوند خودشو بر اون مکاشفه کرد به وسیله اون آب گوارا در اون تشنه. کیا تشنه خداوندن؟ خداوند میگه من اون آب هستم، هر که من بنوشه هرگز تشنه نمیشه. و خداوند چشمه‌ای در اون بیابان‌های زندگی برای هاجر گشود، چشمای او رو باز کرد و او گفت یهوه رویی، خداوند شبان من است. یهوه رویی یعنی خدایی که میبینه. یکی بارسترین خصوصیت یه شبان دیدنه. عزیزان بیایم امروز ایمان بیاریم به یهوه رویی، خدایی که میبینه نیازهای تو رو، خدایی که میبینه. شاید به هیچ کس نگفتی نیازهای تو مثل دردی در نهانخانه تو حبس شده، سالهاست آرزوی تو، ولی یهوه رویی خدایی که میبینه اصلا تمام احتیاجات ضروری ما رو، نه آنچه که فکر میکنیم احتیاج داریم، تمام اون نیازهای ضروری ما رو که جان ما رو خم کرده. یهوه رویی خداوند شبان من است، میبینه. و چیزی که جالب اصلا بهای سنگین این سفره برکت، این سفره مقدس، این تدارک عالی در مزمور 23، لنگرش در با مزمور 22 انداخته شده. بهای مزمور 23 در مزمور 22 داده شده، بهای سنگینی داده شده عزیزان، تا امروز تو بتونی. خوش به حال کسی که اگه زرنگ میفهمه من چی میگم، با هوشیاری و آگاهی. خیلی ها میان یه ناخونک میزنن و میرن، هیچی هم گیرشون نمیاد. کسی که با هوشیاری و آگاهی به این میز خداوند نزدیک میشه، متوجه میشه چه بهایی پرداخته شده. امروز هرگز دست خالی از اینجا نخواهد رفت. در مزمور 22 انقدر زیبا داوود نبوتی از دهان عیسی مسیح رنجهای او رو به تصویر میکشه، بهای سنگینی که پرداخته به تصویر میکشه. میگه جایی که اونجا، میگه جایی که خار و مطرود شدم توهی از جلال خدایی. تا امروز تو بتونی در مرتعهای سبز و آبهای راحت مزمور 23 ساکن بشی، ریشه کنی. عزیزان ساکن شدن یعنی ریشه کردن، نه اینکه بری و بیای این یویو، بلکه ساکن بشی، اونجا بمونی. جایی که در مزمور 22 میگه جان من مثل بچه آهو در دام صیادان اسیر شد، آیه 11-12 مزمور 22، اسیر شد، به زنجیرها بسته شد در دام شیادان. اونجا میگه مثل گاوان وحشی دور منو گرفته بودن. تا امروز تو آزاد و رها از دام صیادان شرارت، دام صیادان مذاهب دروغین عزیزان، بتونه جانت برگردانیده بشه و در راه‌های عدالت عیسی مسیح به ردای عدالت پوشونده و راه بری، در طریق‌های او سلوک کنی. باور میکنی؟ یا آمین داره یا نه اینجا؟ عیسی مسیح در مزمور 22 چقدر زیبا میگه، میگه جان من مثل آب ریخته شده، استخوان‌هایم از هم گسسته، احشایم در من گداخته شده، قوت و قدرت در من نیست، وجود نداره، مثل سفال خشکم، هیچ معجزه، هیچ چیز دیگه نمیتونم بکنم. این خدای سرمدی، این قادر مطلق میگه بی قوت، بی قدرت، مثل سفال خشک شدم، زبان من از تشنگی به کام من میچسبه و به خاک موت نشانده شدم. عزیزان تا چی بشه؟ تا امروز تو خواهر برادر عزیز من در سایه وادی های موت زندگیت به وسیله خون و بدن عیسی مسیح خداوند تسلی بیابی، زنده بشی. ای تو که مرده ای، زنده شو،
در نام عیسی مسیح، اگه حتی ایماندارایی هستن که به کلام وصل نیستن، زنده نیستن، رابطه روحانی با خداوند ندارن، خداوند امروز نبوت میکنه روی این کلیسا. ای تو که مرده ای، در نام عیسی مسیح زنده شو. ای تو که در روح و روان در آزاری، شفا بیاب به قدرت نام عیسی مسیح. امروز از سفره برکت سربلند باش، لبریز شو. جایی بود که عیسی مسیح مسکنت و حقارت و خاری انسان بدون خدا رو دید، خودشو سپرد عزیزان تا هیچ بشه، تا گم بشه در چشم پدر محبوبش، تا تو امروز پیدا بشی. اون اومد گم شده رو پیدا کنه. عزیزان هیچ دردی در دنیا مثل درد خانمان سوز ترد شدگی وجود نداره. هیچ دردی در دنیا، هیچ دردی، من میگم این درد بی درمونه، این روح ترد شدگی، این روح یتیمی. خواهش میکنم عزیزان، کسای اینجا هستن باباهای خیلی خوبی داشتن، به ناز اونا رو پرورونده. فکر نکنید من دارم این چیزو میگم فقط برای کسایی که پدر نداشتن یا سختی دیدن. در بهترین شکلش اگه پدر عالی هم داشته باشی، روح یتیمی در تو نهادینه شده. تو روح یتیمی رو در بهترین شکلش داری با خودت حمل میکنی. او به جای تو در تمامی طول خلقت یتیمی تو رو، ترد شدگی تو رو به خودش جذب کرد. تا امروز تو فرزند بشی، میتونی اینو متوجه بشی؟ یکی از پدران کلیسا گفته خیلی زیبایی داره، میگه خدا هرگز نمیتونه کسی رو نجات بده، خدا هرگز نمیتونه باعث آزادی و شفای کسی بشه اگه اون درد رو به خودش جذب نکرده باشه. عیسی مسیح روی صلیب درد بی درمون ترد شدگی رو به خودش جذب کرد. الهی الهی، چرا منو ترک کردی؟ تا امروز تو شریک ذات پسری او بشی. عزیزان ما رئیس کهنی نداریم که هم درد ضعفای ما نباشه، برای همین امروز میتونیم با امید و ایمان به این سفره فیض نزدیک بشیم. همه ما بدون عیسی مسیح، بدون ملاقات با عیسی مسیح، این روح یتیمی رو در بهترین شکلش با خودمون حمل میکنیم. مثالی بزنم براتون در یک داستانی که حقیقت داره. پسر یتیمی بود که سالها توی یتیم خونه زندگی میکرد، بعد بزرگ شد، مردی شد، ایمان آورد، خدا او رو شفا داد، ذات پسری به اون منتقل شد. و ازش یه روزی پرسیدن تو بدترین خاطره‌ای که داشتی در اون یتیم خونه چی بود؟ گفت بدترین و دردآورترین خاطره‌ای که داشتم که خداوند منو شفا داد این بود که هر روز غروب که میشد یه خونه ای رو شناخته بودم که وقتی که غروب میشد چراغا تو خونه روشن میشد، من از پنجره خودم بالا میکشیدم و زیباترین منظره رو که خوشی دلم و آه و حسرتم بود نگاه میکردم. اونجا یه میز میدیدم که پدر و مادر و چند تا بچه اونجا نشستن و بشقاب‌ها جلوشونه و منتظرن که مادر بیاد، پدر بیاد برای اونو غذا بذاره. هر دفعه آه میکشیدم، کاش من پشت اون میز بودم، کاشکی که یه بشقاب جلوی من بود یک بار در تمام عمرم. از این داستان همه بشره، همه بشر، نه فقط اونایی که به طور فیزیکی پدر ندارن، همه ما از باغ عدن خودمونو بالا میکشیم، از دیوارهای باغ عدن چیکار کنم که دوباره اون حضور غنی خدا رو تجربه کنم، چیکار کنم تا آرامی او رو تجربه کنم. اولین کلماتی که ایمان دارم الان روح القدس مثل یه دعای شادی بخش در قلب من گذاشت بعد ایمان آوردنم، ای خداوند حضور تو باغ عدن منه. من نمیدونستم یه کجا میاد، الان فهمیدم که ناله آزادی روح القدس بود در درون من. عزیزان در مزمور 22 میگه من کرم هستم انسان نی،
در اشعیا 53 هم داره اینو تکرار میکنه، میگه خدایی که نه صورتی داشت نه جمالی، چون اون رو مینگریم اصلا چیزی نداشت که بخوایم به اون نگاه کنیم. نزد مردمان مردود، متروک، طرد شده، هر کی به اون نگاه میکرد صورتشو بر میگردون. آدمیان اون رو به هیچ به حساب میآوردن. اون لعنت ما آدمیان رو که درد طرد شدگی بود عزیزان، پستی انسان بدون خدا رو تا حد کرم بودن بر خودش گرفت. پسر عزیز و یگانه خدا گفت من کرم هستم، انسان نی. تا امروز تو ذات پسری رو ورداری، پذیرفته شدن خود تو بپذیری، با سری تطهین شده روغن شفا از هر روح طرد شدگی از اینجا بیرون بری. از عیسی با هیچ شدنش پایان داد به هیچ بودن ما، اعلام کرد در تمام کائنات هیچ بودن بنی بشر رو، پایان یتیمی من و تو رو اعلام کرد با هیچ شدنش. امروز بیا با ایمان عزیزان راز محبوب بودن خودتو بردار، راز فرزند محبوب بودن. توی فرزند معمولی نیستی، فرزند عزیز و محبوب خدا هستی. باور میکنی؟ این سفره داره فریاد میزنه، او پیکر مرگ رو بر خود گرفت تا امروز تو زیست کنی عزیزان، زنده باشی. نه مثل بعضی ها دیدی بهش میگه حال چطوره، میگه ای زنده ام شکر. دیدی از صد تا امروز زنده باشی، میگه کاسم لبریز شده، بیشتر لیاقتم خوشبختم به وسیله او که این سفره برکت رو برای من پهن کرده. از زیر سایه ستر حضرت اعلی دارم به سر میبرم. از نیکویی و رحمت او در پی من. خودت بگی نیست؟ یه موعظه کردم به نام نیکو خانوم و آقا رحمت. نیکویی و رحمت از مثل دوتا بادیگارد در پی توه، در پی توه. اینو حسش کن تا ترسای تو از نگرانی های تو آزاد بشی. برای همین آیین مقدس عشای ربانی قلب تپنده یزدان تمامیت مسیحیه. هیچ جایی، هیچ جایی، هیچ تدارکی، هیچ ضیافتی خارج از این برکت، سفره برکت هیچ معنایی نداره. جایی که یهوه با فرزندان نجات یافتش هم سفره میشه، فرزندانی که عیسی مثل یک هدیه گرانقدر به وسیله خون و بدنش به خدا تقدیم کرد و صلح و آشتی داد تا امروز ما در مزمور 23 در هر شرایطی راه بریم، حرکت کنیم، از جلال به جلال، از قوت به قوت، از شادی به شادی. باور میکنی؟ عشای ربانی رو اگه با درک و آگاهی نزدیک بشی، با اون هوشیاری نزدیک بشی، با تقدس و احترام، ترس خدا که خدا اینجاست، پوری او در تو متجلی میشه عزیزان. فقط این یک سمبول نیست، عیسی خودش میگه در عهد عتیق پدران شما نان رو خوردن و مردن، اما من آن نان حقیقی هستم که از آسمان نازل شد، هر کی که مرا بخورد حتی اگه مرده باشد زنده میشه عزیزان، زنده میشه. در این عشای ربانی به طور خاص عزیزان حضور خدا هست. وقتی در عهد عتیق نگاه میکنیم بعد از اون فسح قربانی اصلا خدا نبود، یه دفعه میبینیم بعد از ذبح شدن اون بره بی عیب حضور خدا در ستون ابر و آتش چجوری نمایان شد. از حضور پر جلال عیسی مسیح در این عشای مقدس هست. اگه ما دستگاهی اختراع میکردیم به نام دستگاه مسیح سنج، ما دستگاه هایی داریم نی تلا سنج، دیدین دستگاه ها رو میخواییم تلا پیدا کنیم؟ من تو فیلم ها دیدم، به تلا، به متال، به هر فلزی که نظیم شه بیپ 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 بیپ، اون طرف میفهمه الان تلاست باید اونجا استخراج کنه. عزیزان اگه دستگاه مسیح سنج ما اختراع میکردیم و میگفتیم
این دستگاه رو یه جوری فعالش کنیم که بره توی تمام دار و ندار مسیحیت، تمام دار و ندار مسیحیت، تمام دعاها، تمام پرستشها، تمام الهیات، تمام تعالیم پدران کلیسا که ارزنده است، عالیه. برو و مسیح و حضور مسیح رو برای ما پیدا کن. برو در تمام پرستش ها و آیین ها بگرد. این دستگاه به تنها جایی که میرسید سفره برکت بوق نمیزد، سود نمیزد، بلکه فریاد میزد حضور عیسی اینجاست. باور میکنی؟ حضور پدر، پسر، روح القدس در تمامی لحظات احشای ربانی اینجا موج میزنه. نمیدونم چقدر اون انسان حقیقی تو بیداره، چقدر هوشیاری، چقدر اون شاخک‌های روحانی الان به حرکت در اومده، چقدر با ترس و احترام امروز نزدیک میشی حضور خدا تمامیت تو رو در بر بگیره تا از اینجا بیرون بری. همون حضوری که موسی زجه میزد، اگه فهم حقیقت نزد تو فیض یافتم، رحمت یافتم، حضور تو روی تو بیاد عزیزان، ما در عیسی مسیح فیض یافتیم، رحمت کرده شدیم. آمین. حضور خدا با ماست، ولی به طور خاص عشای ربانی موج میزنه. در عهد عتیق عید فصح یه مطلب خیلی جالبی نوشته، میگه وقتی بره فسحو میخورین حتما کنار اون بره بریان سبزی های تلخ بذارین. الان ما عشای ربانی ادامه فسح عهد عتیقه، نیست؟ برای همین تو اون کانال خروج 12 رو گذاشتم. چرا؟ چرا کنار بره باید سبزی های تلخ باشه عزیزان؟ چون سمبول و یادآور تلخی های اجتناب ناپذیر زندگی های ماست. مزمور 23 میگه وادی های سایه ما دشمنان نیست؟ دشمنان هستن، سایه های وادی موت هستن، تلخی ها هستن. ما روز ها، ماه ها، سال ها شاید در ماره های زندگیمون، تلخی های زندگیمون توقف کنیم، ولی وقتی این بره قربانی رو با جان تناول میکنی، شیرینی اون بره یا تو رو به آبهای شیرین زندگیت میرسونه، یا قدرت تحمل میده، صبر میده، با بازسازی میکنه، احیا میکنه که بتونی اون تلخی ها رو تحمل کنی. برای همین بره بریان باید با سبزی تلخ خورده میشد. نکته بعدی اینه که ما هر ماه که تازه میشه ما عشای ربانی داریم. در عهد عتیق هم همینطور بود، در اول ماه هر سال. چی داره میگه عزیزان؟ پیام اینا همه داره حرف میزنه. در شروع ماه میخواد بگه چیزهای کهنه در گذشت عزیزان. اینک در ماه یولی مبارک که در پیش رو داریم، خدا میخواد همه چیز رو تازه کنه. یه روحی تازه، یه مسی تازه، یه قوتی تازه، یه پیروزی تازه. باور میکنی؟ و نکته دیگه که خیلی مهمه، حتما فصح باید در خانواده خورده میشد. این عید فصح در خانواده برگزار میشد عزیزان. خانواده برای عیسی مسیح خداوند خیلی مهمه و امید پاستور و من اینه که امروز خداوند از طریق این میز برکت، سفره برکت، زندگی زوجهای ما رو احیا کنه. اگه جاهایی که صدمه خورده، اگه جایی که رابطه ضعیف شده، پاره شده، مریضه، محبت اولیه از دست رفته، اون محبت روزهای اولیه رنگ باخته، همه چی تکراری شده، خداوند میخواد شفا بده، تازه کنه، بازسازی کنه. این خون پاک بره بی‌عیب قادره زندگی‌های زوج‌های ما رو تراوت و پاکی و شادی و عشق تازه ببخشه. باور میکنید؟ این خون بره خدا جایی که اختلافه به خاطر اون حقوق‌خواهی‌ها، حق طلبی‌ها،
عزیزم میخواد صلح و یه اتحاد شیرین از طریق این سفره برکت در خانه های ما جاری کنه. خون بره خدا. عزیزم عاشق این اصطلاح هم. اصطلاح خیلی لطیف و قابل تحمل. اشاره به چیه؟ سیرت اخلاق گونه مسیح نیست؟ نگفت خون یک مرد جنگجو، خون یک قهرمان سلحشور، خون یک مرد حکیم. به به، دست بزنیم براش. نه دست بزنیم، جانتون در نهید. خون بره عزیزان، آقایون، خواهرای عزیز، عزیزان، او بره بود نیست؟ زیرا حلیم و افتاده دل بود. او بره بود چون فروتن بود. او بره بود چون با ادب و بی‌دفاع بود. او بره بود چون همیشه اراده خودشو تسلیم اراده خدا میکرد، خودشو میسپرد به خدا تا امروز بتونه باعث برکت نجات ما بشه و سفره ای رو تو خانه های زوج های ما بگسترانه. او بره بود چون انتقام جو نبود، اطوار ناپسندیده نداشت، قهر و تر نمی کرد، تهدید نمی کرد، از حق و حقوق خودش دفاع نمی کرد. بیاییم عزیزان امروز زوجها با این خوردن این خوراک حقیقی بزنیم، فروتنی حقیقی بره در زنها و مردهای کلیسای ما قرار بگه تا خانه های ما از طریق اخلاق برگونه مسیح وارد اون پوری مزمور 23 بشه. بیاییم امروز زوجهای عزیز برای رابطه های خودتون یه لنگر محکم بسازین تو خون بدن خداوند ما عیسی مسیح، که وقتی اون جزر و مدها میاد نتونه قایق کوچیک زندگی شما رو غرق کنه. بیاییم امروز با آگاهی به این خون و بدن نزدیک بشیم. دیگه دو نیست بلکه یک شدیم در مسیح عزیزان. آن یکی که فقط برای اون دیگری زندگی میکنه. عزیزان خیلی جالبه، تمامی وعده ها در عهد جدید با ایمان به دست می آمد. درسته؟ همه وعده ها در عهد جدید. فقط این آینه فقط که ما رو وارد یک عمل فیزیکی می کنه. ما رو وارد یک حیطه عملی می کنه. بیا جلو لمس کنیم بدن مسیحو. لمسش کن. تحمل کن. این بدن فروتن و افتاده مسیحه که میخواد قسمتی از بدن تو بشه. لمسش کن، فقط سمبول نیست عزیزان. این پیاله برکت خون مسیحه. همینجوری با یه تیک آدامس کوشه لپمون، خدا رو شکر تو این کلیسا نیست، جلو نیاییم. با احترام، با تقدس، این خون مسیحه. با ایمان بیا که این خون قادره هر گناه، هر خودخواهی از زندگی تو، از خانواده تو بیرون کنه. دیگه باعث بشیم اونجا مقصری وجود نداشته باشه عزیزان. تمام دعواها برای چیه؟ تمام ضعفای خانوادگی، تمام محبتو که از دست میره برای چه؟ تقصیر توه عزیزان. یه جمله میخوام بهتون یاد بدم، یه جمله جادویی، مثل یه چراغ جادو. تقصیر منه، منو ببخش. یه موقع ما با هرس میگیم برای اینکه دهن طرف بسته شه، بابا حق با توه. من خودم بارها اینجور کردم. درسته؟ نه، تقصیر منه، تقصیر منه. بارها خدا به من نشون داده تقصیر منه. اگه من پر از انسان کاذب نبودم، زندگی من سالها پیشم در تجربه های منفی نمیافتن. روی صلیب برای یک نفر جا داره. روزی که جلوی تخت داوری مسیح حاضر بشی عزیزان، تو تنها باید پاسخگو باشی. از تو نمیپرسن آیا آقاتون جنتلمن بود یا نه. یخته. آیا این خانومی که باش زندگی میکنی واقعا عشق تو بود یا نه. نه، فقط از تو سوال میشه، فقط از تو سوال میشه نیست؟ یه چیز، حالا که خندیدین یه چیز جالب براتون تعریف کنم. الان یادم افتاد تو اولاب یه کیف دلم خواست، یه کیف که توش پر از رنگ‌های زیبا بود.
و به آقامون گفتم خیلی دلم میخواد این کیفو داشته باشم. آقامونم چون حقیقتا جنتلمنه خیلی پیگیری کرد، رفت تو این جزیره تو اون شهر تا این کیفو برای من گرفت. منم با خوشحالی گفتم برای تمام پیگیریات مرسی، برای تمام این کادوات مرسی. ولی یه روز که با خوشحالی کیفو انداخته بودم تو غذاخوری داشتم میرفتم، یهو نشستم اونجا، معمولا کیفو میذاریم اونجا میریم غذا برمیدیم، یهو اومدم قلبم اینجوری وایساد، کیفم همینجوری، البته کیفم همین الان اینجا گذاشته بودم. باور میکنی یه همچین موقعی معلوم میشه چقدر وابسته ایم به این دنیا، به این زرق و برق این دنیا. هر چقدر که طریق سیر و سلوک خداوند و معنویت و جلو میریم، اینجا خدا موچه ما رو میگیره، همینجوری لغوه گرفت کیفم. تا حالا شده کیفتون گمشه قالب میخوای توهی کنی؟ من هم همون حال بودم، از شما بهتر نیستم قربونش برم. خدا هم بغل گوشم حالم رو جا آورد، روح القدس به زبان خودم، ای خانم جان جون در نیاد. هی وقتی حضور خدا رو گم میکنی اینجوری دست و پات گم میشه، اینجوری جانت خم میشه. بارها کلام خدا رو گم کردی ولی اینجوری قالب توهی نکرد، جون در نیمده، قربون خدا برم اینجوری خدا رو شکر صحبت نمیکنه، با زبان خودم حال خودم رو جا آورد. بارها حضور خدا رو گم کردی، بارها محبت اولیه خودتو گم کردی، شادی نجاتتو از دست دادی، ولی یه کیف داری جون در میاد. آیا موقعی که اینا رو از دست دادی این حال شدی؟ عزیزا خیلی چیزا تو زندگی های ما گم شده، امروز خدا میخواد پیدا کنه، مخصوصا در زندگی زوج های ما گم شده ها رو پیدا کنه. او اومده تو گم شده رو پیدا کنه. این گم شده ممکنه محبت تو نسبت به زنت یا شوهرت باشه، امروز خداوند میخواد پیداش کنه به حضور غنی او. شاید کلام خوندن رو از دست دادی، نمیدونم دعا رو، آیا صدای خدا رو میشنوی یا دیگه برات عادی شده. امروز خداوند میخواد گمشده های زندگی تو رو، به خصوص فیض خاصی رو با تمام قلبم دو روز احساس میکنم خداوند میخواد توی زندگی زوج ها جاری کنه، شفای رابطه، احیا، مرمت، پیروزی، عشقی افزون، قوتی افزون. برای اینکه صبح تا شب بگه آقامون جنتلمنه، جنتلمنه، این خانومم عشق منه، عشق منه. آمین. و یک راز بزرگ دیگه وجود داره عزیزان. در مراسم عشای ربانی که مسیح در اون بالاخانه با شاگرداش شام مقدس رو تناول کرد، عشای ربانی نبود، نیستش، فسح عهد عتیق رو برگزار میکرد، درسته؟ معمولا تو فسح باید یه بره وسط میز باشه، سبزی تلخ و بره بریان، ولی هیچ چیزی نبود به جز نان و شراب. چرا عزیزان؟ به جز نان و شراب هیچ چیزی نبود. در عهد عتیق نان، شراب، بره بریان و سبزی های تر، چون عیسی مسیح خدا و خودش پشت میز بود، چون قرار بود 24 ساعت بعد تمام تلخی های دنیا رو، به خصوص اختلاف هایی که توی زوج ها هست، به خودش جذب کنه عزیزان و روی صلیب مصلوب بشه، تا امروز تو رو از هر آلودگی، از هر تلخی، از هر آزردگی به وسیله خون بره پاک و مقدس کنه. خون بره خدا، خون معمولا به جای مالیده میشه آلوده میکنه، نیست؟ چقدر پدرمون باید در بیاد، ولی خون بره خدا یک ویژگی معجزه آسا و خاص داره که با هر چی برخورد کنه او رو سفید مثل برف میکنه. اگه امروز آزادی میخوای از گناه، خون بره اینجاست. اگه غلبه بر وسوسه ها میخوای که تا آخر امید وسوسه ها میاد،
قدرت میخوای بر وسوسه ها، خون بره اینجاست. اگه آرامی میخوای برای جانت، خون بره. اگه تسلی میخوای، دلگرمی میخوای. اگه فیض میخوای برای زندگی خداپسندانه، خون بره امروز قادره. اگه نیکوی و برکت میخوای، خون بره امروز قادره. اگه له له میزنی مثل داوود که پرچم اتحاد از خانه تو، خانواده تو، کلیسای تو به اهتزاز در بیاد و وارد سرزمین شگفتانگیز اتحاد بشی، امروز خون بره، این سفره برکت تو رو سیر و پرپیمون میکنه. اگه ای برادر عزیزم، خواهر عزیزم، سیرت برگونه میخوای، حلیم و افتاده، اگه برای جانهای خودت استراحت میخوای به خاطر اون فروتنی و افتادگیت که بقیه اهل خانه هم در استراحت باشن، نیست؟ امروز خون بره خدا میتونه خصوصیت رو وارد روح و روان و بدن تو بکنه. چشمای